و یا نه اگر این رابطه اصلاح بشه بر اساس بندگی صادقانه بندگی خالصانه حدیث حضرت زهرا سلام الله علیها حدیث به خدا فوق طلایی فرا من اسعد الى الله خالص عبادت احبت الله الیه افضل مصلحت بندگی خالصانه تو به سوی خدا بالا بفرستی خداوند برترین مصلحت تو رو به سوی تو پایین میفرسته آقا برترین مسلحت ما چیه؟ یکی از برترین مسلحت های ما اینه که خداوند دست ما رو در دست امام و رهبر رحمانی بذاره از دست شیطان بیرون بیاره از مهار شیطان بیرون بیاره همون موقع معرفت امام رو میده که رأس الهکمه معرفت الامام سرامد تمام حکمت ها و علوم نافه شناخت امام و رهبر رحمانی راهه هم عشق و محبتش رو به دل ما میاندازه که من اراد الله بهی خیرا کسی که خدا خیر دنیا و آخرت رو برای او بخواد عشق و محبت امامش رو به دلش می اندازه. هم توفیق طاعت و طبعیتش رو میده که اطاعت او اطاعت خداست سبیل الله هست راه خداست میان برترین راه برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت برترین مسلحت اینجا رقم میخوره رابطه ما با امام زمانمون با رهبر رحمانی راهمون دوچار نقصانه برمیگرده به این که رابطه ما با خداوند رحمان اینجا کمیتش میلنگه باید برگردیم و این رو اصلاح بکنیم از کجا شروع شده خرابی ما با رابطه خرابی رابطه انسان با خداوند رحمان از اون وقتی که برقرار کرده ارتباط رو با شیطان روزنه نفوذ شیطان رو گذاشته تو وجودش شیطان اومده صحنه شده اینه که وقتی میبینید امام حسین علیه السلام میاد مقابل سپاه کوفه استناد میکنه به آیه 19 همه سوره مجادله و میفرمایند که استحوظ علیکم و شیطان فانساکم ذکر الله ایراد شما میدونید چیه؟ مردمی که با اسم اسلام و ایمان در جامعه ایمانی کارتون به تقابل و تضاد با امام جامعه کشیده مشکلتون اینه که شیطان چیره شده سیطره پیدا کرده بر تمام وجودتون و یاد خدا رو از وجودتون بیرون برده هرچند ادعاتون ادعای ایمان و مسلمانی باشه اما استحوا اصل آیه اینه آیه 19 سوره مجادله یکی ای از آیات کلیدیه در دوره شیطان شناسی و شیطان ستیزی استحوا و علیکم و شیطان و علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله که حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون که امام حسین علیه السلام این رو با استناد به این آیه الهام از این آیه خطاب به جمع سپاه امام ستیز به صورت مخاطبه فرمودن آیه می که شیطان بر تمام وجودشون چیره میشه سیطره پیدا میکنه یاد خدا را به طور کامل بیرون میبره اینها میشن حزب شیطان و بدانید که حزب شیطان خسار دنیا و آخرت پس همه چیز برمیگرده به شیطان شناسی و شیطان ستیزی خیلی نکته مهمیه حضرت زهرا سلام الله علیه در حالاتشون نقش شده یکی از سیراهاشون این بوده انگشتری داشتن از جنس عقیق با رکاب نقره روی نگین انگشتری این ذکر رو نوشته بودن صبحان حک داده بودن حک کرده بودن که برای همه ما الگوه صبحان من الجمل جنب کلماته پاک و منزه هست خدایی که تمام شیاطین رو با قدرت کلامات خیش به سیطره میکشه به زنجیر میکشه پیامش میدونی چیه؟ پیامش اینه که ای انسان به جای اینکه شیطان تو رو به سیطره و سلطه خودش در بیاره تو باید با مقام انسانی و عرفانی خودت در پرتو بندگی خالصانه خدا به جایی برسی که شیطان زنجیر تو بشه شیطان رو تو زنجیر کنی چیره بشی بر شیطان سیطره دا کنی بر شیطان که بعد در تاریخ آمده این ذکر همون ذکر حضرت سلیمان نبی بوده و نقش نگین عقیق سلیمانی که مستحضر هستن عزیزان خوهران بردارون بزرگوارمون خوهران بردارونی که از رسانه بحث و دنبال میکنن خداوند متعال در قرآن از 124 هزار پیامبر الهی نام 25 پیامبر رو میاره یعنی 25 پیامبر رو انتخاب میفرمایند و همه این انتخاب هم حساب شده است داستان زندگی روزانه و شبانه روزی ماست از هر پیامبری یک الهام باید بگیریم یک الهام الهی، عرفانی قرآنی یکی از پیامبران 25 گانه ای که خداوند رحمان نامشون رو در قرآن میاره حضرت سلیمان نبیه که در سوره نمل سوره مورشه که در حقیقت همزبانی حضرت سلیمان نبی است با اون رئیس مورشه ها به خاطر همین سوره نمل نامیده شده سوره هم که دارای دو تا بسم الله الرحمن الرحیم در اونجا اشاره میشه به زندگی حضرت سلیمان نبی و در آیات دیگه در آیات متعددی اشاره میشه آنچه که پیام اصلی عرفانی و قرآنی داستان زندگی سلیمان نبی اینه که یک ای انسان تو باید سلیمان وجود خودت بشی سلیمان گونه تمام شیاطینی که معمورند تو رو به زمین بزنن رابطه تو رو با خداوند رحمان خراب بکنن تو و سلیمان گونه همشون رو به قل و زنجیر بکشی راهکارش هم قرآن بهت میده نقشه راهه نقشه گنجه قرآن و اطرت راهش رو بهمون میدن خرابی رابطه با امام زمان با رهبر رحمانی راه از خرابی رابطه با خداوند رحمان خرابی رابطه با خداوند رحمان از برقراری رابطه با شیطان چیره شیطان شدیم بیچاره شیطان شدیم شیفته وسوسه شیطانی شدیم اینجا رو باید درست بکنی عزیز دلم میگه نقش, نقش نگین سلیمان نبی که خداوند متعال تمام قدرت های رحمانی رو در همین نگین سلیمانی قرار داده بود عقیقی داشتن روی اون همین ذکر که ذکر حک شده بر انگشتری حضرت زهرای مرزیه مادر معنوی ما مربی ارفانی و آسمانی ما هم بوده سبحان من الجمل جن به کلماته یعنی داره از خداوند مدد میطلبه برای قلو زنجیر کردن شیاطین برای زمین زدن شیاطین برای شیطان ستیزی شیطان گریزی سبحان من الجمل جن و کلمات پاک و منزه از خدایی که تمام شیاطین رو با کلمات خودش به زنجیر میکشه زندگی به سبک سلیمان نبی این 25 پیامبر رو عزیزان نامشون رو دنبال بکنن داستانهاشون رو دنبال بکنن در هر مقطعی از زندگی باید به سبک یکی از این پیامبران 25 گانه قرآنی زندگی بکنیم زندگی به سبک سلیمان نبی زندگی حضرت آنچه که پیام سوره نمل است اینه هم زندگی زاکرانه بوده هم زندگی شاکرانه زندگی زاکرانه نشانش این که میفرماید تمام گفتاره های خودش رو با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکرد حتی قلم از قلم بر داشت مگر اینکه که بسم الله الرحمن الرحیم یکی از معدود پیامبرانی بوده که خداوند متعال او رو مفتخر کرده به ذکر بسم الله الرحمن الرحیم بعد آیه سیوم سوره نمل گزارش میده نامه جناب سلیمان نبی به جناب بلغیس فرمان روای سرزمین صبر رو یه و ادنهو بس ادنهو من سلیمان و ادنهو بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای نامهاش اصلا میگه قلم از قلم بر نمیدوش مگر اینکه یاد خدا بسم الله الرحمن الرحیم زندگی زاکران میاد میاد تا آیه چهلوم پیامش اینه هر نعمتی که خداوند به امیدات میفرمود هازا من فضل رب من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر این از فضل خداونده میخواد ببینه که آیا من شکرگزاری میکنم یا کفران نعمت میکنم شکران نعمت یا کفران نعمت تمام شیاطین جن و انس رو تونست به زنجیر بکشه حتی در عرصه اقتصادی دولت مردان ما به سبک سلیمان نبی باید رفتار بکنن با جهان با جهان کفر و نفاق ولا یقرر که تقلبهم فی البلاد رفت و آمد زیادشون برای تجارت برای اینکه صنعتشون رو تجارتشون رو به رخ شما بکشن باعث شیفتگی شما و پریفتگی شما نشه بیایید از سلیمان نبی یاد بگیرید که وقتی بلقیس که فرمان روای سرزمین سرسبز و پیشرفته سبع بود یک تمدن پیشرفته خاص صنعت و تجارت خودش رو به رخ سلیمان نبی بکشه کاروانی رو فرستاد شامل اعجاب کالاهای تجاری وقتی اینا رو اووردن پیش سلیمان گذاشتن یه نگاه کرد گفت اون چیزی که خدا به من انایت کرده قدرت ایمان قدرت عرفان از تمام دنیای شما برتره فضل پروردگارم از همه اینا برتره پریفته نشد چیفته نشد بلکه با قدرت ایمانی و رحمانیش اومد از تمام قدرت شیاطین جنی و انسی استفاده کرد برای پیشرفت دولت و حکومت رحمانی خودش نقطه نفوذ برای اونا نذاش زندگی به سبک سلیمان نبی خودش یه سوژه تحقیقی و پژوهشی برای عرصه های مختلف زندگی ما چه عرصه اقتصادی چه عرصه حکومت چه عرصه دادوستد و تجارت با جهان کوپ میبینی آنقدر قوی عمل میکنه که عاقبت تمام قدرت سرزمین سبع میاد در خدمت حضرت سلیمان نبی آنقدر قوی عمل میکنه تمام شیاطین رو در سیطره خودش به خدمت میگیره برای پیشرفت جامعه ایمانی و رحمانی در رابطه با بسم الله الرحمن الرحیم داریم اعظم و فی القرآن عظیمترین آیه در قرآن اکرم و فی القرآن پرکرامت سرین و پربرکت سرین آیه در قرآن افضل و آیت فل قرآن پر فضیلت سرین آیه در قرآن سوال من اینه تنها ذکری که مقدم می شود بر ذکر بسم الله الرحمن الرحیم که با فضیلت سرین آیه است بزرگترین و پر عظمت سرین آیه است پر کرامت سرین و پر برکت سرین آیه قرآن است کدام ذکر؟ بفرمایی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چرا تالا پرسیدی؟ رمز تقدم عوض بالله من از شیطان الرجیم بر ذکر بسم الله الرحمن الرحیم که تیجان و صور است تاج عزتی است که خداوند بر سر سوره های قرآنی خودش گذاشته رمز عزت و قوت و برکت یک انسان مسلمانه که تمام کارهاشو با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم آغاز بکنه حتی داره در روایتی اگر شیعیان و محبان ما بدون ذکر بسم الله الرحمن الرحیم کاری رو آغاز کنن خداوند از روی محبتی که به محبان ما داره یه گره کوری در اون کار می اندازه تا اینها برگردن فیلمو برگردونن ببینن کجای کار می لنگه میگن بگن کار رو بدون یاد خدا بدون ذکر بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کردیم. ابتر میذاره خداوند نیمه تمام میذاره فرجام نداره این عظمت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم است اما چرا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مقدم میشه و ذکر بسم الله الرحمن الرحیم چون که مقدمه ورود به خیرات و برکات الهی مقدمه ورود به ساحت ذکر الله مقدمه ورود به ساحت ولایت خدا تربیت خدا هدایت خدا مقدمش خروج از ولایت شیطانه اینکه دست تو از دست شیطان بیرون بیاری بدون شیطان شناسی و شیطان ستیزی رفقا ما به ساحت ولایت خداوند رحمان هدایت و تربیت خداوند رحمان که تجلیش ولایت امام معصوم زمان است و در عصر غیبت اطاعت رهبر رحمانی راه است نمی رسیم در عمل و حقیقت می رسیم باید این مسیر رو طی بکنی شیطان شناس قوی باید باشی شیطان ستیز قوی باشی 99 آیه در قرآن که کتاب انسان کتاب انسان پروری است 99 آیه نام شیطان سریحا آورده شده دهها ها آیه و بلکه صدها آیه دیگر مرتبط با عملکرد شیطان پرده برداری میکند از عملکرد شیطان آقا کتاب کتاب انسان سازی و انسان چرا نام شیطان آقا لحظه لحظه زندگیمون در ستیزه بی با شیطانیم حالا هرچند جدی نگرفتیم خیلی از بازی های عالم رو جدی گرفتیم جدی ترین جدی های عالم رو شوخی گرفتیم جمع علامه تبا تبایی رزوان الله تعالی علی به آیات استوازه که میرسن میفرماین که در جامعه ایمانی اونایی که تازه شیطان رو خیلی جدی گرفتن در روز چند مرتبه ای بگن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بعد مثالی میزنن میگن دقیقا مثل اینه به شما بگن که بمب های دشمن اومدن برای زیر و رو کردن شهرتون بمباران شهرتون یه نفر بره زیر آماج بمباران دشمن به ایسته یه بگه به پناهگاه پناه می‌برم به پناهگاه پناه می‌برم به پناهگاه پناه میبرن. همه بهش میخندن یعنی تو لفظی میگی به پناهگاه پناه می‌برم، اما عملا به پناهگاه پناه نمیبری پس تکه تکه شدن هم هزینه همین عمل نکردنه ما هم داریم میگیم پناه میبریم به خداوند از شر شیطان رانده شده اینو داریم میگیم اما در عمل که باید گناه گریزی بکنیم شیطان ستیزی بکنیم به ساحت اطاعت اولیاء خداوند رحمان و فرار از گناه با ورع با تقوا اراده کار اینجاست کمیت ما اینجا میلنگه آیات 16 هم تا 17 هم سوره اعراف میاد یک شیطان شناسی خیلی عجیبی رو ارائه میده به تهاجم های چهارگانه شیطان از پیش رو، از پشت، سر، از سمت راست و از سمت چپ اشاره میکنه. خودش روز اول گفته از چهار جهت راه, ش... راه انسان رو میبندم که رابطه خودش رو با توی خداوند رحمان نتونه اصلاح بکنه، برقرار بکنه. این رابطه رو قطع میکنم. همه چیز برمیگرده به همین قطع ارتباط شیطانی ارتباط ما با خداوند رحمان. اینجا رقم میخوره از پیش رو حمله میکنه فرمودن ایجاد قفلت است به آنچه که در پیش رو داریم نسبت به آخرت نسبت به ابدیت نسبت به حساب و کتاب آقا جون تا ما معاد باور نشیم آخرت گرا نشیم ما به ساحت ایمان نزدیک نشدیم به ساحت عرفان نزدیک نشدیم بندگی ما خالصانه و صادقانه نخواهد بود یا ایوه الذین آمنوا تقل الله ولتنظر نفسون ما قدمت لقد آیه هجده سوره 8. ای اهل ایمان تقوای الهی خیشتن پایی گناه گریزی شیطان ستیزی شیطان گریزی انجام واجبات ترک محرمات و هر کسی باید تمام هم مقمش این باشه که چی داره برای آخرتش بیش میفرسته اگه این نهادینه نشه در وجود ما شعار خداگرایی شعار ولایت پذیری همه اینها بدون سامان سست وقتی که طوفان فتنه ها میاد اون موقع معلوم میشه چقدر پایه ها سست بوده حمله از پشت سر شیطان و من خلفهم فرمودن نسبت به آنچه که باید پشت سر بگذاریم و از اون بگذاریم دل بکنیم یعنی نسبت به دنیای فانی و زود گذر ایجاد دلبستگی دل دلوستگی به دنیا حمله از پشت سر شیطان. حب و دنیا رأس و کل خطیه عشق و محبت دنیا سرمایه تمام خطایای بشری در طول تاریخ بشری است و در نقطه مقابلش روایت داریم زهد نسبت به دنیا سرچشمه تمام خیرات و برکات و خوبی های عالمه زهد نسبت به دنیا یعنی چی روایت داریم میگه که اگر تمام خیرات خوبی و برکات عالم رو در اتاقی جمع کرده باشند در اون اتاق رو قفل زده باشن کلید این قفل زهد در دنیاست زهد در دنیا رفیق من خیلی وقتا بد معنا شده زهد در دنیا به معنای محرومیت محدودیت فقر تنگ دستی و بیپولی نیست به معنای اینه که مثل حضرت سلیمان نبی علیه نبی و آلهی و علیه السلام تمام ثروت شرق و غرب عالم هم در اختیارت باشه دلبستگی به این دنیا نداشته باشید یعنی نگاه میکنید تمام پیامبران ما امامان ما در اوج ثروت مادی و اقتصادی بودن اقتدو به زهرت زهرا اقتدا بکنید به زهره زهرای من حضرت زهرای مرزیه وقتی که فدک تسلیم دست مبارکشون بود درآمد سالیانه فدک رو بین هفتاد هزار دینار تلا تا صد هزار دینار تلا درآمد سالیانه فدک رو نوشته حضرت دلبستگی پیدا کرد شیوه زندگی عارفانه او و ساده زیستی او عوض شد شیفته دنیا شد حیران بیچاره دنیا شد نه صد هزار دینار طلا درآمد سالیانه سرزمین های حاصل خیز فدک هر دینار طلا یه مسقال تلایی خالص داشته های حساب بکنید درآمد ماهیانه چقدر میشه تسلیم دست حضرت زهرا سلام الله علیه هم شده بعد روزی که به دست حضرت میرسه روز جشن فقرا و مستمندان مدینه بوده میمدن سهم خودشونو رو میگرفتن اون موقع انفاق در راه خدا زهد اصلا به معنای فقر و تنگ دستی نیست ما عرضه داریم محضر امام زمانمون آجان تمام دار و ندارم به فدای شما مالم داراییم ثروتم به فدای شما آقا به فرمان حالا بیا به فدا کن چی داری برای فدا کردن؟ آقا صد میلیون بدهی دارم اول شما ادا بفرمایید نه عزیز دلم در نهایت ثروت برکت. جهاد اقتصادی تحصیل رزق و روزی حلال ثروت ثروت با برکت علی کل مسلم و مسلمه فریزه و واجبه بر هر مرد و زن مسلمان نه دهم عبادت ما در جهاد اقتصادی ما رقم میخوره اما دل بسته نباید بشی باید انقدر کلاس کارت بالا باشه عقلت برسه که این دنیا فانیه زودگذره الاخرتو خیرون و ابقا آخرت برای شما ماندگاره بهتره عالی تره این هم حمله از پشت سر شیطان ایجاد دلبستگی میکند به دنیا در مقابل زهد نسبت به دنیا که ریشه تمام خیرات و برکاته یعنی دلبسته دنیا نشی بیچاره دنیا نشی پابست دنیا نشی حمله از سمت راست شعب سازی در دین است شعب آفرینی در دین است شما نگاه بکنید رسانه های شیطانی فقط یک قلمش چهل هزار سایت اینترنتی و شبکه ای داره تبلیغ میکنه وحابیت سلفیگری و داعشگری رو به طور همزمان چهل هزار سایت و شبکه ای توی تمام کشورهای جهان این یکی از شعب سازی های شیطان است در دین که شما رو از مسیر سرات مستقیم دوشان قفلت بکنه بعدم میاد میگه که شعارش هم اینه عزت دادن به مسلمون ها شوکت دادن به مسلمون ها دولت اسلامی برپا بکنی اما تیشه برداشته به ریشه اسلام و مسلمانی داره میزنه سحنگردان شیطان حمله از سمت راست ان ایمان هم فرمودن شعبه سازی در دین و شبه آفرینی در دین بعد نگاه بکنید چقدر سایت ها و شبکه ها دارن شبه آفرینی میکنن در باورهای دینی ما که نگاه میکنی هزار در هزارش کذب و دروغ و افتراس یه ابلیس مجسم شد در موقع متمثل شد مجسم شد در مقابل حضرت موسی کلیم الله نبی علیه و علیه السلام عرضه میخوام به هزار و سه موعظه تو رو موعزه کنم ابلیس شده سحنگردان مثلا فرهنگی میخواد موعزه عرفانی داشته باشه حضرت موسی کلیم الله سریع ارتباطش رو با خدا برقرار کرد خدایا ابلیس میخواد منو موعظه کنه موعظه ای رو بپذیرم یا نه خطاب اومد از این هزار و سه موعظه هزار تاش کذب و دروغ و افتراس ساختگی بدلی سه تاش برای اینکه فریب بده تو رو راسته بهش بگو اون هزار تا رو بذاره کنار اون سه تا رو رو کنه این دقیقا ماجرای رسانه های شیطانیه که چهار تا حرف حق میزنه اعتمادسازی سازی بکنه بعد حرف ناحقش باور بکنی سه در هزار اون حرف حقی که میزنه وقتی که دید دیگه رسوا شده و دیگه پرده ها کنار رفته و دستش رو شده مجبور شد سه تا موعظه رو رو بکنه اولین موعظه که اینا رو به خدا ما نیاز داریم در دوره شیطان شناسی هر کداممون، هر بچه مسلمونی هر پیرو حضرت زهرا و حضرت مولا و حضرت مرتضا علی علیه السلام و نیاز داره به دو... دوره فشرده شیطان شناسی و شیطان ستیزی خطبه 192 نهج البلاغه دانشگاه شیطان شناسی برپا میکنه امام العارفین امام المخلصین حضرت مولانا امیر المؤمنین علیه ها الاف و تاییت و که ابن عبل حدید معتزلی میگه بیش از هزار بار این خطبه رو خوندم در هر مرتبه مطالعه یک بهره جدید عرفانی گرفتم. گفت اولین موعظه این که هر وقت نیت کار خیری کردی سریعا اون کار خیر رو انجام بده اگر درنگ بکنی بگی باشه برای بعد من میام فاصله میشم بین تو و اون کار خیر دیگه نمیذارم موفق بشی به اون کار خیر فسته به قل خیرات سبقت بگیری اصل سبقت گرفتن به سوی خیرات نقطه مقابلشه نقطه مقابل کار شیطان که میگه باشه برای بعد تصویف اکثر فریاد اهل جهنم از تصویفه از به تاخیر انداختن کار خیره کار خیر مرتب به ما الهام میکنه خداوند رحمان اما هی درنگ میکنیم تاخیر میکنیم میگیم باشه برای بعد عاقبت شیطان میاد فاصله میاندازه قفلت ایجاد میکنه کار خیر رو نمیتونی موفق نمیشی گفت به محض اینکه نیت کار خیر تو ذهنت اومد سریعا اونو انجام بده فسته به قول خیرات سبقت بگیرید از هم دیگه به سوی خیر دوم هر وقت که قذب کردی و خشم گرفتی بدان که اون موقع است که مثل موم توی دست من ابلیس نرم میشی